فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل با ما همراه شده. خانم پزشک، مذاکرات ایای برجام متوقف شده ولی تصمیمی هم برای پذیرش توافق یا شکست مذاکرات اعلام نشده. طرفین منتظر چی هستن؟ احتمالاً معجزه، ولی به نظر میرسه که حداقل تهران یه برداشتی داره که با توجه به شرایطی که در حال حاضر حاکم هست از مسئله حمله روسیه به اوکراین و وضعیت سیاست داخلی آمریکا، برداشت جمهوری اسلامی هست که میتونه از آقای بایدن تا جای ممکن امتیاز بگیره. و خب در نهایت از نظر سیاسی برای آقای بایدن یه میزانی از همکاری با جمهوری اسلامی قابل دفاع هست. کنگره کاملا نزدیک رای ها، نزدیک انتخابات میان دوره‌ای هستیم و هزینه سیاسی برای آقای بایدن برای اینکه قرار باشه امتیازات زیادی به ایران بده در شرایطی که ایران با ایالات متحده همکاری نمی‌کنه، در شرایطی که ایران در کنار روسیه به نظر میاد ایستاده، خیلی گزاف خواهد بود. توی همچین شرایطی وقتی مذاکرات به بنبست میرسه، حتی اگر قرار باشه مذاکرات عملا با شکست مواجه شده باشه، برای یک مدتی احتمالاً بی سر و صدا مذاکرات دوچار وقفه بشه و نخوان که این هزینه سیاسی رو بکنن که یک سر و صدای بزرگی باشه در مورد پرونده هسته‌ای ایران و یک مشکل دیگری که علاوه بر جنگ روسیه و اوکراین برای غرب باز هستش. تا زمانی که تصمیم بگیرن ایران دوباره شامل فصل 7 بشه، تحریم بیشتری باشه و تنش‌ها بالا بگیره. حالا به همه این مسائل، اتفاقاتی که در عراق امشب افتاده رو اگر اضافه بکنین، همه اینها باعث میشه که شرایط واقعا توی این شرایط شکننده عملا اگر قرار باشه که طرفین به رسمیت بشناسن وضعیت فعلی رو، خب با شکست مواجه شدن. برجام مدت هاست که عملا برای هیچ کدوم از طرفین اصلی برجام، یعنی ایران و آمریکا، بازدهی نداره. چارچوب برجام از نظر برنامه هسته ایران کاملا تغییر کرده، ایران پیشرفت‌های خیلی جدی داشته، ایران هیچ برآورد و آورده‌ای از برجام نداره، تحت تحریم هستش و خب به نظر نمیاد که تونسته باشن به یک نتیجه رسیده باشن. توی این همچین شرایطی فکر می‌کنم تا چند هفته شاید قرار باشه اینطوری سعی بکنن که از جارو مریض جلو برن، ببینن میشه راه حلی پیدا بکنن یا نه، که فکر می‌کنم اتفاقاتی که امروز در عراق افتاده به طور فردا که خبرها بیشتر بیاد، تصویرهای ماهواره‌ای بیاد و مشخص بشه که واقعا کجاها رو نشونه گرفته بوده و این موشک‌ها از کجا آمدن، تبعاتش باید دید که چقدر در آمریکا جدی خواهد بود و چقدر اصلا ادامه مذاکرات ممکن خواهد بود. ولی فعلا واقعا به نظر نمیاد که چشم‌انداز روشنی در برابر مذاکرات و احیای برجام باشه. خانم پزشک، با این حساب چه سناریوهای دیگه پیش رو خواهد بود؟ پرتنش، یعنی در روزهای آینده اگر که به توافقی نرسن، خصوصا با توجه به حمله‌ای که شده، اگر که واقعا باید دید که اسرائیل چه واکنشی نشون میده، از اون طرف باید دید که در مطبوعات آمریکا و با فشاری که احتمالاً هم جمهوری‌خواها و هم دموکرات‌های تندروتر به آقای بایدن بیارن، چه موضعی قرار دولت آمریکا اتخاذ بکنه. فعلا در این چند ساعت اخیر سعی کردن فقط کنترل بکنن و بگن تلفات آمریکایی‌ها نبوده، اصلا هیچ تاسیسات آمریکایی هدف قرار نگرفته، ولی در نهایت سخت خواهد بود که بخوان در دراز مدت این سیاست رو ادامه بدن. حتی اگر که در عراق این اتفاق نمی افتاد، همراهی ایران و روسیه، اینکه تمام خبرها در غرب این هستش که روسیه در واقع مخل مذاکراته ولی ایران هستش که داره تقصیر رو به گردن آمریکا میندازه، باعث میشه که آقای بایدن ناچار بشه تحریم ها رو بالا ببره. این چند ماهی که در یک سال گذشته چشماش رو بسته بود و ایران میتونست نفت بفروشه، کما اینکه میدونیم یک نفتکشی رو گرفته بودن در روزهای گذشته آمریکایی‌ها، اون فشارها بالاتر خواهد رفت، ممکنه شامل فصل 7 بشه و اون وقت واقعا تنش‌ها جدی خواهد شد و بیرون اومدن از اون شرایط خیلی سخت‌تر خواهد بود، چون دیگه پنجه به علاوه یکی وجود نداره که باهاش بشه یک تفاهمی ایجاد کرد و اومد بیرون. الان دیگه روسیه واقعا امکانه اینکه با آمریکا قرار باشه هم پیمانی داشته باشه یا جای همکاری بکنه تقریبا از دست رفته است. چینی وسط مشخص نیست که کدوم سمت خواهد ایستاد، خیلی بستگی داره که ایران چه رفتاری بکنه. و خب به نظر میاد که روزهای پرتنشتری پیش رو خواهد بود اگر در یکی دو هفته آینده این تلاش ها به نتیجه نرسه، که خب به نظر میاد که واقعا سخت هست.